سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. با من همراه باشین با قسمتی از تجربه زندگی دوست عزیزمون آقای آرش. نوشتن سلام. من آرشم. این خاطره انگیز و در حالی براتون تعریف میکنم که حال روحیم اصلا خوب نیست و هر ثانیه خودم و غیرتم و نفرین میکنم. من توی یه خانواده مذهبی بزرگ شدم. بابام از اونا بود که حتی صحبت کردن یه دختر و پسر نامحرم و با هم حروم میدونست و مامانم از این مسجد به اون مسجد میرفت. مامانم و بابا پسرم و دخترمو بودن و به اجبار بابا بزرگم یعنی بابای مامانم با هم ازدواج کردن. اون باور داشت که عقد پسرم و دخترمو رو توی آسمونا نوشتن و اگه با هم ازدواج نکنن گناه بزرگیه. مامانم وقتی 13 سالش بود به زور به بابام که اون موقع 15 سالش بود شوهر دادن. با خودشون فکر میکردن چون مامانم 13 سالش و ممکنه به راه کج کشیده بشه و به گناه آلوده بشه بهتر ازدواج کنه. از اونجایی که مامانم و جوری تربیت کرده بودن که حتی نتونه بگه نه و من این ازدواج رو نمیخوام بدون هیچ علاقه پسرموشو به همسری قبول میکنه. مامانم به خاطر اتفاقی که برای امه خدا بیامرزم افتاده بوده از بابام ترس داشت و چندان دوست نداشته باهاش ازدواج کنه مامانم اتفاقی که برای امم افتاده بود و برام تعریف کرده اما من به اجبار بابا بزرگم ازدواج میکنه. بابا بزرگم دختر دوست نداشت و فقط میخواسته از دست امم راحت بشه. پس با اولین خواستگارش شوهرش میده. وقتی یک سال از ازدواجشون میگذره و هر چی تلاش برای بارداری میکنن اما باردار نمیشه شوهرش میره خونه بابا بزرگم و با دعوا میگه زن با عیب و ایراد به من دادید زنی که نتونه یه بچه بیاره به چه درد من میخوره همون شبم هم بابا بزرگم امم و در حدی کتک میزنه که کارش به بیمارستان کشیده میشه. حرفش توی کل فامیل میپیچ و همه امم و نحس میدونن. چند هفته که میگذره شوهر عمم یه زن سیغه میکنه و میگه حالا که فریده نمیتونه برای من یه بچه بیاره منم شهره رو سیغه میکنم تا اون برای من بچه بیاره. بدترین روزها برای امم شروع میشه. میره پیش بابا بزرگم و بهش میگه جمال سر من هوو آورده. تو رو خدا بیا به عنوان بابا ازم حمایت کن. بابا بزرگم با بیرحمی بهش میگه خب اونم مرد و حق داره بچه میخواد تو هم عرضه نداری بچه بیاری پس با حوود کنار بیا مامان بزرگم بهش میگه این دختر چه گناهی داره مگه دست خودش بوده بابا بزرگم هم بهش میگه اگه زبون درازی بکنی تلاقت میدم مامان بزرگمم از ترس آبروش و اینکه جایی رو نداشته بره سکوت میکنه از همون روز به بعد زندگی برای عمم زهر میشه وجود یه زن توی زندگیش اونم کنار شوهرش چیز کمی نبوده افسردگی میگیره و بدترین روزهاشو تجربه میکنه چند ماه بعد از اون اتفاقا خبر حاملگی شهره رو میشنوه به کل نابود میشه جمال هم به شهره میگه اگه بچه رو سالم به دنیا بیاری عقدت میکنم اما انگار که توی اون خونه خدمت کارشون بوده بعد از اینکه شهره باردار میشه به اجبار جمال بیشتر از هووش مراقبت میکنه نه ماه که میگذره دختر شهره به دنیا میاد و امممم که تحمل این زندگی رو نداشته صبرش لبریز میشه و تصمیم میگیره زندگیشو تموم کنه. مرگ امم چندان برای جمال اهمیت نداشته. به گفته این مامانم انگار شهره جمال و جادو کرده بود چون زیاد مرگ امم براش مهم نبوده. همه به خونوادهمون به چشم بدی نگاه میکردن. حقم داشتن بالاخره دختر اون خونواده کار خودشو تموم کرده بود. جمال شهره رو عقد میکنه به بابا بزرگم هم میگه دخترت ارزه بچه دار شدن نداشته پس باید شهره رو به جای دختر خودت قبولش کنی و دخترم رو هم نوهی خودت بدونی بابا بزرگم هم میگه تو هنوز دامادمی پس زنت دخترم و دخترت نومه اینجوری میشه که از وقتی که خودم رو شناختم شهره رو امه صدا میزدم و دخترش نفس رو دخترمه این از سرگذشته امم چند سال میگذره و دوره بلوغ نفس شروع میشه. برعکس اسمش نفسگیر میشه. از همون بچگیش شیطون بود و خیلی به پر و پای من میپیچید. منم توی سن حساسی بودم. همین باعث شد تا از نفس خوشم بیاد. از بین دخترای فامیل همیشه دوست داشتم با نفس بازی کنم و برای هر کس که اذیتش میکرد قلدری میکردم. یه بار که داشتیم با بچه های فامیل توی کوچه بازی می کردیم پسر همسایه دست نفس و کشید و باعث شد تا بیفته زمین و زانوش زخم بشه. توی عالم بچگی و نوجوانی خیلی بدم اومد که کسی به نفس دست زده. پس رفتم طرف پسر رو یه سیلی به صورتش زدم و همین باعث شد تا کتک کاری کنیم. مامانم از صدای جیغ نفس و فریادهای ما میاد و من و پسر همسایه رو از هم جدا میکنه. بابام خیلی بدش میاد از اینکه توی کوچه کتک کاری کردم ازم میپرسه چرا کتک کاری کردی منم با داد بهش میگم اومد دست نفس و کشید و افتاد زمین غلط کرده به نفس دست میزنه بابام یه کتک میزنه دم گوشم و به هم میگه تو واسه کی داری قول داری میکنی و داد میزنی هنوز دهنت بوشیر میده منم با گریه بهش میگم من نفس رو دوست دارم بابام از این حرفم بیشتر عصبانی میشه یه کتک خیلی بد به هم میزن و برای چند ساعت منو داخل انباری حیات میندازه همین رفتار بابام باعث میشه تا من تر بشم و بیشتر نفس و دوست داشته باشم وقتی توی انباری هستم نفس میاد پشت در و با گریه به هم میگه آرش چرا اونطوری کردی؟ بهش گفتم چون باعث شد تو بیفتی زمین و زانوت زخم بشه اون حق نداشت همچین کاری کنه نفس توی اون سن یه سوالی از من میپرسه که باعث میشه بیشتر دوستش داشته باشم. اون گفت آرش تو دوستم داری؟ بهش گفتم آره من خیلی دوستت دارم برای همین امروز اونطوری کردم. نفس گریش میگیره و میگه اما نمیشه. بهش گفتم چی نمیشه؟ گفت منم از تو بدم نمیاد اما نمیشه تو دوستم داشته باشی. چون چند وقتی مامانم با بابام بحث میکنه تا همه چیزمون رو بفروشیم و بریم ترکیه خیلی احساس بدی پیدا کردم فکر اینکه که نتونم هر روز نفس رو ببینم باعث شد تا بزنم زیر گریه بهش گفتم چی میگی نفس مگه علکیه بخواید برید گفت به خدا راست میگم چند هفته از همش خونمون دعواست مامان شهرم همش میگه تو نمیتونی مثل دختر خالم منو ببری ترکیه بمونیم ایران که چی بشه همش اینا رو میگه داشتم قانعش میکردم که امکان نداره باباش قبول کنه و این حرفو، اما همون لحظه مامانش اومد و گفت اینجا چی کار میکنی نفس بیا ببینم دیگه حق نداری طرف آرش بری و باهاش بازی کنی یا با گریه گفتم چی میگی ام شهره من و نفس همیشه با هم بازی میکنیم ام شهره گفت چی میگی تو بچه هنوز دهنش بوشیر شیر میده برای من آدم شده و همونطور که قرقر میکرد با اجبار نفس و برد نفس همش جیغ جیغ میکرد و میگفت ولم کن میخوام پیش آرش بمونم اما اون توجهی نکرد و انقدر نفس دور کرد که دیگه صدای جیغ جیغ هاش نشنیدم خیلی از اون انباری میترسیدم وقتی که نفس هم برد بیشتر ترسیدم مامانم هر موقع میخواست به میگفت میندازم توی اون انباری تاری که جن داره با خودم فکر کردم اگه واقعا اینجا جن داشته باشه چی؟ موش، سوسک، مارمولک تاریکی و فکرهای ترسناکی که به ذهنم می رسید برای سنم زیادی بود و باعث می شد تا بیشتر بترسم. فقط یه نور باریک از زیر در انباری به چشمم میخورد. خورد. پشتم و به در تکیه دادم و آروم آروم گریه کردم. با خودم فکر کردم اگه دیگه نمی تونستم نفس و ببینم چی؟ نمیدونم دقیقا چند ساعت تک و تنها اونجا نشسته بودم. فقط یادم انقدر گریه کردم که خوابم گرفت. وقتی از خواب بیدار شدم که صدای در شنیدم. انگار یکی داشت در رو باز میکرد. از جلوی در کنار رفتم که در چوبی انباری باز شد. مامان در رو باز کرد که چشمم رو از برخورد نور بستم و دوباره باز کردم. مامان جلو اومد و دستم و کشید و گفت با بابات حرف زدم اجازه داده بیای بیرون. با مامانم رفتم داخل خونه. بابام نشسته بود کنار سفره. مشخص بود عصبانی و از من ناراحته. منتظر بود تا برم ازش عذرخواهی از کنم. سرم و انداختم پایین و به طرفش رفتم. بابا روشو برگردوند و گفت بار آخرت باشه توی کوچه کتک کاری میکنی یا فهمیدی؟ سکوت کردم و پوست لبمو کشیدم که بابا داد زد فهمیدی آرش؟ تو بچه کارت به جایی رسیده آبروی منو توی کوچه ببری؟ آروم بهش گفتم ببخشید جا به جا شد و گفت دیگه نباید با نفس بازی کنی چه معنی میده یه دختر و پسر اونم توی سن شما با هم بازی کنن؟ همین مامانت ولت کرده که اینطوری شدی تربیت شده این اونی دیگه دفعه دیگه رفتی طرفش چنان بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن اون روز انقدر بابام حرف زد و گفت که نباید طرف نفس برم که باعث می شد بدتر لج کنم و برعکس حرفای بابا عمل کنم منم حق داشتم بچه بودم و بابا همش حرف از این میزد که نباید طرف دختر برم اما دلیلشو به هم نمی گفت و منو قانع نمیکرد. برای همین من همونجا به خودم قول دادم تا دقیقا برعکس حرفای بابا عمل کنم. اون روز با هر سختی که بود تموم شد. هر روز که می‌گذشت و بزرگتر می شدم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که نفس و دوست دارم و توی عالم بچگیم با خودم فکر می کردم اگه بزرگ شدم باید با نفس ازدواج کنم. یه روز خونه امه شهره دعوت شده بودیم. از اول مجلس بابا با اخ به من نگاه می کرد و به مامان علامت می داد که مواظب من باشه تا پیش نفس نرم. من با اینکه با اجبار پیش مامان و بابا نشسته بودم همش چشمم دنبال نفس بود. اونم گاهی با شیطنت نگاه می کرد و می خندید. با هر بار خندش به این نتیجه می رسیدم که واقعا دوستش دارم. یه چیزی توی پرانتز بهتون بگم. عشق بچگی واقعا قشنگه. خیلی احساس خوبی به آدم میده من توی همون عالم بچگی احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به نفس داشتم خلاصه وقت شام که رسید مامانم و ام شهره درگیر کشیدن غذا بودن و آقا جمال و بابامم با هم حرف میزدن که نفس به سمت اتاقش رفت منم خواستم دنبالش برم که بابا دستم رو گرفت و با اخم گفت کجا؟ از اونجایی که سرویس بهداشتی نزدیک به اتاق نفس بود و به جایی که بابا اینا نشسته بودن دید نداشت به دروغ بهش گفتم میخوام برم دستشویی. گفت سب کن مامان تو صدا کنم بیاد ببرتت سری بهش گفتم نه نمیخواد خودم میتونم برم وقتی اینو گفتم سری دویدم به سمت دستشویی وقتی مطمئن شدم بابا منو نگاه نمیکنه آروم در رو باز کردم و داخل اتاق نفس رفتم نفس مشغول بازی با عروسک و اسباب بازیاش بود و وقتی صدای باز شدن در رو شنید به سمت در برگشت با دیدن من خندید و گفت آرش با لبخند کنارش رفتم و نشستم عروسک باربیش رو گرفتم و دستی به موهای عروسک کشیدم بهش گفتم تا بابا حواسش نبود اومدم پیشت گفت دعوامون نکنن بهش گفتم نه نگران نباش بعد سینمو جلو دادم اخ می کردم و گفتم من مراقبتم نمیذارم کسی اذیتت کنه یا بهت زور بگه وقتی اینو بهش گفتم نزدیکم شد و منو بغل کرد خیلی خوشحال شدم که نفس و بغل کردم موهای بافته شدهش رو لمس کردم نفس بوی یه نوزاد تازه متولد شده رو میداد نمیدونم چقدر گذشت که در باز شد با ترس به سمت در برگشتم که وقتی بابا رو دیدم اونقدر ترسیدم که انگار اسرائیل رو دیده باشم سری نفس رو از خودم جدا کردم و بلند شدم دقیقا حالت های بابامو یادمه سفیدی چشماش به قرمزی میزد و رگ گردنش باد کرده بود و برجسته شده بود با ترس بهش گفتم بابا به خدا همین چند کلمه کافی بود که بابا به سمتم هجوم بیار و بازومو توی مشتش بگیره در حالی که بازومو توی مشتش میفشرد منو به داخل پذیرایی برد و روی زمین پرتم کرد مامان با جیغ بهش گفت چی شده حمید چرا بچه رو اینطوری پرت میکنی زمین بابام با عصبانیت بهش گفت تو دیگه ساکت شو فاطمه گند زدی با این بچه تربیت کردنت میدونی تو چه وضعیتی دیدمش امه شهره با ترس گفت یا خدا چی شده آقا همید؟ آرش چیکار کرده بابا بهش گفت شما دیگه چیزی نگید شهر خانم که مثل فاطمه گل کاشتید با بچه تربیت کردنتون آقا جمال به طرف نفس رفت نفس گریه میکرد و خیلی ترسیده بود در حالی که به من زل زده بود گریه میکرد بغلش کرد و گفت دخترم آروم باش اون اتفاقی که افتاده بود برای بابای من فاجعه بود برای کسی که اعتقاد داشت دختر حتی قبل از نه سالگی هم باید روسری بپوشه و مرد و از زن برتر میدونست واقعا اتفاق بد و فاجعه ای بود از نظر اون حتی اگه بابا منو میکشت باید بهش حق میدادیم چون پسر بچهش دختر امه کوچیکش بغل کرده بابام گفت رفتم میبینم دختر تو پسر احمق من همو بغل کردن تا بابام اینو گفت مامانم به صورتش چنگی کشید و گفت وای خاک عالم خاک به سرم بمیری آرش این چه کاریه ام شهره اخ میکرد و گفت دخترم هر طور دلش بخواد رفتار میکنه چه اشکالی داشته آرش رو بغل کرده ها اصلا همینه که هست بابام به آقا جمال گفت تو مردی جمال نمیخوای چیزی به زنت بگی دخترت بدون روسری جلوی ما میچرخه جرأت نداریم چیزی بهش بگیم چون زنت داره خراب بارش میاره پس فردا ببین همین نفس خانوم چی بشه این حرفا در حالی زده میشد که من وسط پذیرایی پخش شده بودم و از ترس به خودم میلرزیدم حرفای بابام باعث عصبانیت ام شهر و آقا جمال شد. آقا جمال بهش گفت مگه توی دوره قاجار زندگی میکنید همید این حرفا چیه به زن و دختر من میزنی؟ ام شهر خواست حرف بزنه که آقا جمال اجازه نداد و گفت آرش چه کار اشتباهی انجام داده که اینطوری باهاش برخورد میکنید؟ به زن و دختر من توهین میکنی؟ همین الان از خونه من برو بیرون همید همین الان. کارت میزدی خونه بابام در نمیامد. شنیدن اون حرفها از جانب آقا جمال و عمه شهره باعث شده بود تا بیشتر عصبانی بشه. بابام فریادی زد و دست من و مامانم رو کشید و از خونشون بیرونمون کرد. من از ترس زبونم بنج اومده بود. با خودم فکر میکردم اگه بریم خونه باز بابا منو داخل انباری مینداز و ممکنه اصلا از انباری بیرونم نیار و همونجا بمیرم. اون شب بدترین شب زندگی یه پسر بچه بود. انقدر بهم به بد گذشت و حالم بد بود که اصلا دوست ندارم دوباره اون اتفاقا رو مرور کنم. خلاصه اون شب به بدترین شکل ممکن گذشت. فردای اون روز امه شهره به تلفن خونمون زنگ زد و گفت ما میخواییم از ایران بریم. از همه خداحافظی کردیم. دیشبم که خونمون دعوتتون کرده بودیم برای این بود که بهتون خبر بدیم که میخوایم بریم و ازتون خداحافظی کنیم. اما خب آقا جمال احترام ما رو نگه نداشت و شرمندهمون کرد. مامانم بهش گفت من کاری به اون اتفاقای دیشب ندارم اما اگه آقا حمید نمی رسید ممکن بود گناه بدتری از بغل کردن بینشون صورت بگیره آقا حمید سر کاره وقتی اومد باهاتون تماس میگیریم تا ازش خداحافظی کنید ام شهره گفت لازم نکرده به سلامت و تلفن رو قطع کرد اون آخرین باری بود که امه شهره به خونمون زنگ زد و شب قبلش آخرین باری بود که من نفس رو دیدم تا چند هفته بعد از اینکه نفس و مامان و باباش از ایران رفته بودن من از اتاقم بیرون نمیومدم و به مامانم می گفتم منم می خواهم برم پیش نفس منو ببرید پیش نفس مامانم در جواب حرفا و گریه ها می گفت ساکت شو بچه پر رو آخر و زمان شده به قرآن بابا تا بفهمه اول تو رو میکشه بعد منو توی عالم بچگی با خودم فکر میکردم من بزرگ میشم قدم که بلند شد جلوی بابا میمونم و بهش میگم که میخوام برم پیش نفس وقتی بزرگ شدم میرم پیشش و باهاش ازدواج میکنم من با همین فکرها بزرگ شدم و وارد دانشگاه شدم نفس از وقتی به ترکیه میره اصلا سراغی از من نمیگیره حتی یه بار هم به ایران نمیان و انگار از اول هم ام شهره و آقا جمالی وجود نداشته منم به خاطر اینکه سرم شلوغ باشه و به نفس فکر نکنم تو دانشگاه دور از چشم بابای مذهبی و خوشکم با دخترای زیادی دوست شدم و بعد از سه چهار ماه ولشون میکردم یعنی بعد از چند ماه عذاب وجدان میگرفتم که دارم به نفس خیانت میکنم و اینطوری میشد که با رضایت طرف مقابلم ازش جدا میشدم و سراغ یکی دیگه میرفتم و دوباره این چرخه ادامه داشت اما اینو هم بگم که جز اینکه دستشون رو بگیرم و گاهی بغلشون کنم رابطه دیگه باشون نداشتم اما یه روز یه اتفاق شگفت برام افتاد شب تولد 23 سالگیم رفیقان برام تولد گرفته بودن که یکیشون اومد و گفت آرش یه دختر از چند وقتیه خیلی تو کف تو بهت فکر میکنه میخوای شمارش بدم خندیدم و گفتم اون دختره چه بدبختیه که دلش پیش من گیره و خلاصه کلی مسخره بازی در آوردیم که رفیقم متین گفت این شماره دختر است عکسش رو ببین اگه خواستی بهش پیام بده منم به خاطر اینکه از دوست دخترم جدا شده بودم و باید سر خودم و با یه چیزی گرم می کردم قبول کردم شمارهش از متین گرفتم و پروفایلش شدیدم. دیدم قشنگ ترین عضو به صورتش چشمهاش بود چشمای بادومی درشت و خمار با مجره بلند دختر خوشگلی بود و شیفته یه چشمه و لبخندش شدم برای همین بهش پیام دادم و دوستی ما آغاز شد. بعد از چند روز پیامک بازی باهاش قرار گذاشتم. توی همون قرار اول متوجه شدم که اون دختره با هر دختری که تا الان باهاش دوست بودم و حرف زدم فرق میکنه. واقعام فرق میکرد. یه تضاد زیبا و عجیب با بقیه هم جنساش داشت. اسمش فرشته بود. واقعام مثل اسمش فرشته بود. هم زیبا بود هم خاص. فرشته واقعا خاص بود یه جور عجیبی منو درک می کرد و همیشه سعی می کرد تموم رو بکنه تا متوجه بشم براش مهمم و درکم میکنه. خیلی با شعور بود و سختیایی که کشیده بود قویش کرده بود. فرشته میگفت وقتی سیزده سالم بود بابام به مامانم خیانت کرد و مامانم هم طلاق گرفت و من پیش مامانم هم طلاق گرفت و من پیش مامانم رفتم. خونواده مامانم از اون خونواده ها بودن که می دختر حتی اگه شوهرش کتکش زد و هر کاری هم کرد نباید اعتراض کنه چون شوهر آقا بالا سرش و پول خوراکش رو میده. برای همین فقط چند ماه پیش بابا بزرگ و مامان بزرگم موندیم. مامانم فقط برای اینکه یه سرپناهی داشته باشیم و کنایه ها و زخم زبونای پدر و مادرش رو نشنویم با یه مرد ده سال از خودش بزرگتر ازدواج کرد. اصلا نمیتونم حال و روز اون روزامو توصیف کنم. فقط اینو بدون که خیلی اون روزا به من سخت و بد گذشت خیلی سخت خدا رو شکر شوهر مامانم مرد خیلی خوبی بود و یه جوری به من محبت کرد که الان حتی از بابای واقعی من بیشتر دوستش دارم و زندگی خوبی داریم من شیفته قوی بودن فرشته شده بودم و همین باعث شد تا برخلاف رابطه قبلیم که فقط چند ماه دوام داشتن رابطه با فرشته به یک سال برسه فرشته منو دوست داشت اما من اینو خوب میدونستم که اونو دوست ندارم و فقط وابستش شدم و تحت تاثیر تفاوتش با بقیه دخترها قرار گرفتم فرشته واقعا عاشقم شده بود منم برای جبران محبت ها و درک کردناش باهاش ادامه میدادم اصلا با خودم فکر نمی کردم که ممکنه رابطمون به کجا کشیده بشه و چه اتفاقای انتظارمو میکشه. یه شب که تا نصف شب با فرشته صحبت می کردم من به خواب میرم و موبایلم روی سینم می افته. بابا برای بیدار کردن من برای نماز صبح داخل اتاقم میاد و وقتی موبایل رو می بینه کنجکاف می شو و برش می داره. از اونجایی که من خریت کرده بودم و برای موبایلم رمز نذاشته بودم به راحتی وارد موبایلم میشه. عکس فرشته و تماس هامونو می بینه و چت هامونو می خونه. عصبی می شو و من با شنیدن صدای فریادش از خواب میپرم. بابام داد زد و گفت ما تو رو اینطوری تربیت کردیم آرش ای خاک به سر من پسر حاجی با دختر مردم لاس میزنه وای که آبروم رفت فقط ببین من چیکار اون مادرت بکنم که تو رو اینطوری تربیت کرده وقتی فهمیدم که بابا متوجه رابطه منو فرشته شده مردم و زنده شدم پسر حاجی رو چه به دوستی با دختر نامحرم این دیگه برای بابای من زیادی بود انقدر باورش براش سخت بود که پسرش با یه دختر دوسته که حالش بد میشه و راهی بیمارستان میشه گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که اگه بابا میفهمید من به جز فرشته با چند تا دختر دیگه هم دوست بودم و دستشون رو لمس کردم چی کار میکرد؟ مطمئنم خودم و خودش رو با هم میکشت. خلاصه اون شب بابا رو به بیمارستان بردیم. دکتر گفت یه حمله عصبی شدید بهش دست داده. یه آرامبخش بهش تزریق کردیم. با چند ساعت استراحت انشاءالله بهتر میشه. مامانم وقتی خیالش راحت شد که حال بابا خوب میشه شروع کرد به نفرین کردن من و گفت ای خدا بگم چیکارت نکنه آرش خدا لعنتت کنه به حق علی قرآن بزنه تو کمرت این چه غلطی بود که تو کردی فکر کردم آدم شدی کاش تو هم یکم مثل پسر حاجفت تو آدم بودی و سر بزیر. اما تو ماری مار خدا رو خوش میاد با مادر و پدر پیرت اینطوری بکنی؟ کلافه شدم و گفتم مامان بس کن تمومش کن دیگه برای اینکه از خودم دفاع کنم گفتم من فقط دوست داشتم خودم همسر آیندم رو انتخاب کنم باید بذارم مثل پسر حاج فتا با 24 سال سن شما برای من زن انتخاب کنید من دیگه بزرگ شدم مامان خودم همسر آیندم رو انتخاب می کنم وقتی حرفمو بهش گفتم بی توجه به حرفاش پیش بابا رفتم درست بود که بابام سخت گیر بود اما بالاخره بابام بود و دوستش داشتم وقتی بابا به هوش اومد عصبانی نگام کرد و گفت باید باهاش ازدواج کنی متعجب گفتم چی با کی ازدواج کنم گفت با همون دختره لیاقتت یکی مثل خودته نه دختر پاک و آفتاب محتاب ندیده ما برات دختر حاج رو در نظر داشتیم اما حیف اون دختر که تو بشی شوهرش عصبی شدم و گفتم بابا مگه نوجوان 18 سالم که بخواید با زور زنم بدید بابا گفت ساکت شو آرش ببندون دهنتو تا همینجا بلند نشدم بزنم تو دهنت ترجیح دادم حرف نزنم تا توی خونه بهشون ثابت کنم من دیگه اون پسر بچه نیستم که به خاطر بغل کردن دخترمش کتکش زدن اما انگار اونا سکوت منو به معنی تسلیم شدن در مقابل خواستنشون معنی کرده بودن وقتی بابا مرخص شد و به خونه رفتیم بی توجه بهشون خواستم به اتاقم برم که بابا گفت شماره بابا این دختره رو ازش بگیر گفتم برای چی؟ گفت پس داخلت بیمارستان برای دیوار حرف می زدم مثل اینکه تو حرفمو جدی نگرفتی کلافه شده بودم من فرشته رو به چشم همسر آیندم نمی دیدم اصلا نمیتونستم تصور بکنم که فرشته زن من بشه جدای از اینا من به جز نفس کسی دیگه رو به عنوان همسر کنار خودم نمیتونستم تصور کنم بهش گفتم بابا الان اصلا نمیتونم صحبت کنم ظهر حرف میزنیم بابا گفت تو کی هستی که به من میگی کی حرف بزنیم آرش با من بحث نکن خلاصه اون روز یه دعوای حسابی با بابا کردم و نتیجهشم شد گرفتن شماره بابای فرشته و تماس گرفتن بابا با پدر فرشته فرشته وقتی متوجه شد که خواستگاریش کردم انگار بهش دنیا رو دو دستی تقدیم کرده بودن گفت وای آرش اصلا باورم نمیشه آخه چرا به خودم نگفتی که میخوای همچین کاری کنی هر بار که صدای زغ زدش رو میشنیدم بیشتر شرمندش میشدم. آخه من فرشته رو به عنوان زن زندگیم نمیخواستم چون آمادگی ازدواج و یه مسئولیت سنگین رو نداشتم. وقتی از بابا پرسیدم که چرا داری این کار رو با من میکنی؟ در جواب بهم گفت وقتی زنت بدم بالاخره یه افسار داری. تو رو ول کنم و زور بالا سرت نباشه معلوم نیست چه کارهایی بکنی. من انقدر حالم بد بود که نفهمیدم چطوری روزها گذشت و مامان یهو گفت فردا شب قرار خواستگاری رو گذاشتیم انگار به هم حمله عصبی دست داده باشه سرگردون شدم و با خودم فکر کردم که چطور ممکنه همه چیز انقدر زود بگذره انگار همه چیز دست به دست هم داده بودن تا من با فرشته ازدواج کنم اون شب اصلا جواب تماس ها و پیام های فرشته رو ندادم شرمندش بودم به معنای واقعی کلمه ازش خجالت میکشیدم اون خوشحال برای اینکه قرار با من ازدواج کنه و این در صورتی بود که تمام فکر و ذهن من نفس بود و این یعنی خیانت چیزی که فرشته بارها و بارها به هم گفته بود ازش متنفر و بزرگترین ترس زندگی شه. پیش خودم فکر می کردم اگه با فرشته ازدواج کنم به عشق بچگیم خیانت کردم و اگه به نفس فکر کنم به فرشته خیانت کردم. با خودم گفتم اینطوری نمیشه باید یه فکری بکنم نه اینکه دست رو دست بذارم تا فرشته رو زنم کنن باید با فرشته حرف بزنم با همین فکر با فرشته تماس گرفتم بعد از اینکه کلی زخ کرد و قربون صدقم رفت بهش گفتم باید جدی باهات حرف بزنم تو چیزی درباره خانواده من نمیدونی گفت خب هر چیزی که لازمه بدونم و برام توضیح بده کلافه بهش گفتم فرشته ببین خونواده من اون چیزی که نشون میدن نیستن تو نمیدونی چقدر سخت گیرن و فکر قدیمی دارن بابای من هنوز که هنوز تحمل نداره یه پسر و دختر نامحرم با هم زیر یه سقف باشن حالا تو با همه ی این چیزا باز حاضری زن من بشی ممکنه اذیتت کنن دعا دعا میکردم تا فرشته قبول نکنه با خودم گفتم اول از خانوادم بهش میگم اگه باز روی تصمیم قبلیش موند دیگه مجبور میشم قضیه نفس رو بهش بگم گفت خب من میخوام با تو ازدواج کنم نه خانوادت بعد از ازدواج من و تو توی یه خونه دیگه زندگی میکنیم و یه زندگی خیلی خوب رو با هم میسازیم تو هم اگه همیشه پشت من باشی خانوادت نمیتونن اذیتم کنن عصبانی شدم و تقریبا با صدای بلندی بهش گفتم همه چیز اینقدر رویایی نیست که تو توی ذهنت ساختی و بهش فکر میکنی فکر کردی چی میریم زیر یه سقف و مثل بقیه زن و شوهرا یه زندگی عاشقانه و رمانتیک با هم میسازیم یا آرامش همیشگی عشق تا لحظه ی مرگ و بعد از ثمره عشقمون لذت میبریم نه فرشته همه ی اینا جز رویا چیز دیگه توی ذهنت نیستن و فقط در حد رویا باقی میمونن بعدشم شاید من یکی دیگه رو دوست داشته باشم. گفت آرش چرا اینطوری حرف میزنی؟ من خیلی دوستت دارم یعنی عاشقتم. بعدشم مگه من چاقو گذاشتم زیر گلوت بیای با من ازدواج کنی؟ اگه راضی به این ازدواج نیستی از طرف خودت به خانواده ها بگو و بگو که خودت منصرف شدی. گفتم فرشته قبول نمی کنن. به حرف من اهمیت نمیدن. حرفم قطع کرد و گفت پس چی؟ فکر کردی من میرم و میگم منصرف شدم که بگن از طرف دختره وصلت نگرفت و احتمالا دختر ایرادی داره؟ اگه میخوای چیزی رو به هم بزنی همین الان به خانواده ها بگو مطمئن باش اگه با هم ازدواج کنیم اینقدر بهت عشق میورزم که منو به عنوان همسرت قبول کنی و اون کسی که توهم عاشقی و دوست داشتنش رو داری از سرت بیرون کنی تلفن رو قطع کرد و اجازه نداد تا بیشتر براش توضیح بدم از حرفای فرشته شوکه شده بودم هرچی هم بهش زنگ می زدم جواب تلفنم رو نمیداد خلاصه اون شب گذشت و روز خاستگاری رسید انقدر توی فکر و خیال بودم که دقیقا چیزی ازش به یاد ندارم وقتی رفتیم تا با هم حرف بزنیم فرشته گفت من انقدر دوستت دارم که برام مهم نیست کسی توی ذهنت باشه یا نه شاید بگی این چطور عاشقیه اما گاهی عشق آدم به مرز جنون میرسونه و اون آدم رو خودخواه میکنه فکر نکن من برام مهم نیست که کسی رو جز من دوست داشته باشی ولی اگه قرار بود بهش برسی تا الان بهش رسیده بودی و از همه مهمتر مکس کرد و ادامه داد اگه تو واقعا عاشق بودی با من و دخترهای دیگه دوستی نمی کردی آرش این حرفش مثل یه سیلی محکم به صورتم بود دیگه شرمم میشد بهش بگم فقط و فقط برای سرگرمی باهاش دوست شدم همه چیز به سرعت برق گذشت مجلس عروسی ساده ای برگزار شد. انقدر خانواده فرشته پشتش بودن که مامان و بابام جرأت نکردن دخالتی کنن و همه چیز اونجوری برگزار شد که فرشته دوست داشت. شب عروسی تموم شد و رفتیم خونه ای که برای من و فرشته بود. کم کم داشتم با خودم کنار می اومدم. با خودم فکر کردم شاید خدا فرشته رو سر راهم گذاشته تا دیگه از فکر نفس بیرون بیام و شاید خدا میخواد به هم ثابت بکنه که رسیدن به نفس فقط یه رویاست. چند ماه از ازدواجمون گذشت. کمتر به نفس فکر میکردم و انگار با فرشته کنار اومده بودم. صبحها سر کار و ظهرها خوردن غذای خوشمزه فرشته و کمی حرف زدن. یه کم استراحت و شب بیرون رفتن و دوباره روز از نو روزی از نو. این چرخه ادامه داشت و من سعی میکردم خودم رو با این چرخه همراه بکنم و عادت بدم. واقعا فرشته همسر خوبی بود همیشه سعی می کرد بهترین ها رو برای من فراهم کنه اگه یه موقع دعوامون می شد اون بود که کوتاه می اومد بهترین ویژگیش درک کردنش بود درک می کرد منم گاهی اوقات نیاز به تنهایی و فکر کردن دارم و اون واقعا همه چیز رو می دونست. فرشته مثل اسمش یه فرشته بود همونقدر پاک، صبور، دلسوز، مهربون و زیبا زندگیمون بد نبود، خوبم نبود که یه خبر زندگیمون رو طوفانی کرد. اون خبر اومدن ام شهره و آقا جمال به همراه نفس از ترکیه بود. ماما میگفت انگار نفس دوست داشته بعد از چند سال ایران رو ببینه و یه گشتی بزنن. این شده که برای چند هفته اومدن ایران. خیال مامان و بابام راحت بود. فکر میکردن من یه زن دارم و دیگه غیر ممکنه سمت نفس برم و از همه مهمتر. اون رفتارهایی که قبلا با نفس داشتم فقط از روی بچگی بوده. اما زهی خیال باطل دیدن نفس از رویاهای من بود و حالا داشتم به رویام میرسیدم قلبم محکم خودشو به در و دیوار میزد تا ببینم بعد از چند سال چه شکلی شده حتی با گفتن و شنیدن اسمشم نفسم کم میومد و ضربان قلبم بالا میرفت حتی یه بار با خودم فکر کردم وقتی نفس به ایران اومد و دیدمش یه جوری رازیش بکنم زنم بشه و بعد فرشته رو طلاق بدم و به رویام برسم. اما بعد خودم و لعنت کردم و گفتم از کی اینقدر بیغیرت شدی آرش واقعا نمیدونستم وقتی نفس رو دیدم باید چه رفتاری از خودم نشون میدادم وقتی نفس اینا به ایران رسیدن بابام به مامانم میگه حالا که آرش زن گرفت و چند سال از آخرین دیدارمون گذشته بهتر دلگیری ها رو کنار بذاریم و یه مهمونی بگیریم و دعوتشون کنیم مامانم هم قبول میکنه اولین دیدار من و نفس خونه مامان و بابام انجام میشه اونم چه دیداری مهمونی ساعت نه شب بود فرشته از ظهرش به من گفت میخوای بری سر کار منو هم خونه مامان تینا بذار تا کمکش کنم قبول کردم و خونه مامانم رسوندمش خودم هم با فکری مشغول و ذوقی که برای دیدن نفس داشتم سر کار رفتم طرف یه ساعت هشت بود که رفتم خونه یه دوش گرفتم و بهترین لباسم و پوشیدم و بهترین عطرم و به خودم زدم از شب عروسین بیشتر ذوق داشتم وقتی به خونه بابا رسیدم ماشین رو داخل پارکینگ پارک کردم و به طرف آسانسور رفتم همون لحظه یه دختر از من جلوتر وارد آسانسور شد و یه طبقه رو زد بی توجه بهش منم وارد آسانسور شدم که ای کاش قلم پا میشکست و نمیرفتم ای کاش سیل میومد منو با خودش غرق میکرد اصلا زلزله میومد اون آسانسور رو رو سر منو نفس خراب میکرد آره درسته اون دختری که با من توی آسانسور بود نفس بود از کجا فهمیدم اون دختر نفسه وقتی که تلفن زنگ خورد و اون گفت دارم میام زند ای فاطمه فکر کردم که شاید اون دختر نفس باشه برای همین بدون فکر کردن به چیزی ازش پرسیدم ببخشید شما نفس هستید آسانسور طبقه دو بود که گفت بله شما احساسی شدم و با خوشحالی گفتم من آرشم منو یادته یکم فکر کرد و بعد با خوشحالی گفت اوه آرش خیلی دلم برات تنگ شده بود هانی نمیدونم چی شد که یهو به خودم اومدم و متوجه شدم نفس خودشو توی بغلم رها کرده انگار توی آسمونا سیر میکردم همش از خودم میپرسیدم الان نفس تو بغل منه من میتونم تن نفس رو لمس کنم انقدر اون لحظه برام رویایی بود که نمیتونستم درک کنم خوابم یا بیدار یه طبقه مونده بود تا به واحد برسیم که ناخداگاه دست بردم و شماره 13 رو فشردم با ناراحتی بهش گفتم بی معرفت حتی یه زنگ هم نزدی حتی یه لحظه فکر نکردی چقدر دل من برات پر میکشه میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود از بغلم بیرون اومد و گفت آرش من همش امید داشتم که تو یه روز میای پیشم بدون هیچ حرفی به لباش خیره شدم لبهای قلبی که با رنگ قرمز خیلی توی چشم بودن و خودنمایی میکردن بزاق دهنم و قورت دادم نگام بین چشمای آرایش شده و لبای سرخش در نوسان بود. بهش گفتم نمیتونی تصور کنی چقدر دوستت دارم. نمیدونم توی اون آسانسور چه اتفاقی برای من و احساسات مردونم افتاده بود که دستام التماس میکردن تا روی تن نفس حرکت کنن نفس متوجه داغ شدنم شد برای همین خیلی از زیبایی هاش و زنانگیش استفاده کرد و باعث شد تا من صبرم لبریز بشه. دستامو به آرزوشون رسوندم و قلبم بعد از اون همه سال دوری آروم گرفت. توی همون آسانسور کاری رو کردم که نباید میکردم. توی آسانسور باهاش ارتباط برقرار کردم. توجهی به متعهد بودنم و اینکه من یه مرد متعهلم نکردم. پا روی غیرتم و زندگیم گذاشتم. زن من خونه مادرم منتظرم بود اما من بهش خیانت کردم. چیزی که همیشه فرشته ازش بدش میومد و بزرگترین ترس زندگیش بود. برای نفس انگار این کار مثل یه تفریح بود و چندان اهمیتی براش نداشت براش مهم نبود با پسری که خیلی سال ندیده ارتباط برقرار کرده وقتی از آسانسور بیرون اومدیم به هم یه چشمک زد و بی توجه به حال بدی که داشتم گفت بیا شمارتو بزن دم در واحد خونمون بودیم و از ترس اینکه یه وقت فرشته نفس نبینه که اونطوری موبایلش رو به سمتم گرفت و از چیزی بویی نبره موبایلش رو ازش گرفتم و سری شمارم و نوشتم و بهش دادم. همون لحظه در باز شد و فرشته جلوی در اومد. با شرمندگی سرمو پایین انداختم تا متوجه خجالت و حال بدم نشه. زودتر از نفس وارد خونه شدم و بی توجه به سلام گفتن نفس وارد پذیرایی شدم. یه سلام سریع و بلند گفتم و خودم و داخل سرویس بهداشتی انداختم. باید یه آب به دست و صورتم می زدم تا شاید فشارم تنظیم بشه. باید با خودم و کار غلطی که کرده بودم کنار می اومدم. به خودم توی آینه نگاه کردم و گفتم واقعا برات متاسفم آرش فکر نمیکردم کردم اینقدر بی جنبه باشی که نتونی خودتو کنترل کنی به خاطر یه لذت زود گذر به زندگیت گند زدی نگم براتون از عذاب وجدان بدی که داشتم انقدر از فرشت خجالت می کشیدم که آرزو می کردم کاش یه اتفاقی بیفته فراموشی بگیر و اصلا منو یادش نیاد یا اصلا من بمیرم توی چشمای فرشته نگاه نکنم استراب فجیعی داشتم با خودم فکر می کردم اگه نفس بفهمه من زن دارم و باز باهاش وارد ارتباط شدم چی کار می کنه؟ می زاره کف دست خانواده ها همونجا نشستم و فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که ممکن نیست نفس همچین کاری کنه چون خودش هم توی اون ماجرا بوده و حتما از گفتن همچین چیزی خجالت میکشه اما بعد به خودم گفتم آخه یه دختری که تا تو رو دیده سری بند و آب داده از بچگی هم خارج از ایران بوده قطعا که این چیزا براش عادی و چندانم خجالت نمیکشه و واقعا هم مورد دوم درست بود نفس بعد از اینکه فهمیده بود من زن دارم خیلی بدش اومده بود و همونجا منو یه گوشه برد و گفت تو خجالت نمیکشی وقتی زنداری جلوی من وامیدی خودت زن داری بدبخت حیف اون دختر مهربون که گیر تو افتاده نمیدونه شب سرش کنار کدوم آدم دروغگو و خیانتکاری میذاره با التماس بهش گفتم نفس تو رو خدا چیزی به فرشته نگو به قرآن خودم هم خیلی پشیمونم ولی منم مردم تو هم نباید اون کارا رو میکردی چیزی بهش نگو تا خودم بهش بگم هرچی حرف زدم قانه نشد گفت من توی ترکیه اندازه موهای سر دوست به سر داشتم و باهاشون هر نوع رابطه بگی داشتم اما حتی یه بارم با مرد زندار رابطه نداشتم بهش گفتم خب الان فکر کن من زن ندارم بذار خودم حلش میکنم این دیگه به تو مربوط نمیشه بعدشم اگه به فرشته بگی آبروی خودتو هم میبری من خیلی پشیمونم امیدوارم فرشته منو ببخشه گفت آرش واقعا برات متاسفم برای این طرز حرف زدنت اما تا فردا بهت فرصت میدم تا بهش بگی اگه نگفتی بی خیال حرفا و فامیل بودنمون خودم بهش میگم و هیچی هم برام مهم نیست یادت باشه نمیذارم این قضیه رو ماسمالی کنی گفتم ممنون خودم بهش بگم بهتره تا از زبون تو بشنوه شب مهمونی تموم شد نفس و پدر و مادرش برای چند روزی خونه مامان امینا میموندن و بقیه روزا رو پیش دوست نفس که ایران بود میرفتن ازشون خداحافظی کردیم و وقتی داخل ماشین شدیم فرشته بی مقدمه پرسید اون دختر نفس همون کسیه که تو دوستش داری متعجب شدم و به خاطر اینکه متعجب شدم و به خاطر اینکه بهش نشون بدم چندانم بهش بیمیل نیستم گفتم دوستش داشتم فقط یه وابستگی و عشق بچگی بود یکم مکس کردم و به خاطر اینکه حرفام روش تاثیر بیشتری بذارن ادامه دادم عشق بچگی هم نه کلمه عشق مقدستر تر از این حرف هست. بیشتر توهم عاشقی بود تا دوست داشتن پرسید پس دیگه دوستش نداری؟ ترسیده گفتم بعد از امشب دیگه نه گفت چی میگی آرش واضح حرف بزن متوجه بشم چی میگی بهش گفتم باید باهات حرف بزنم گفت میشنوم اینقدر عذاب وجدانم زیاد بود که نمیتونستم صبر کنم تا به خونه برسیم برای همین ماشین رو یه گوشه پارک کردم و گفتم اول میخوام بدونی که که من از این کاری که کردم واقعا پشیمونم و از شدت شرم و خجالت خودم آرزوی مرگ میکنم من میدونم که ممکنه تو اصلا منو نبخشی کاملا حق را هم به تو میدم یکم مکس کردم و بعد گفتم تو انقدر توی مدت کمی که با هم زندگی کردیم به من همه محبت کردی و همیشه کنارم بودی انقدر خوبی که من خیلی شرمندتم فرشته من هیچ موقع اونطوری که تو لایقش بودی بهت عشق نورزیدم و مثل یه مرد خوب و خانواده دوست اینو درک نکردم که تو چقدر دوستم داری فرشته وسط حرفام پرید. کامل و با دقت گوش میداد. این هم یکی دیگه از ویژگی هاش بود که من عاشقش بودم. با ترس و شرمندگی قضیه ی آسانسور و اتفاقی که افتاده بود و براش تعریف کردم. اصلا نمیتونم براتون تعریف کنم که چقدر فرشته داغون شد. ای خدا منو لعنت کنه که اینطوری شکوندمش. انگار به فرشته خبر مردن منو داده بودن. اینقدر حالش بد شد. اصلا فریاد نمیزد، جیغ نمیکشید، به هم ناسزا نمیگفت. و فقط و فقط سکوت کرده بود و به یه نقطه خیره شده بود و فکر میکرد اون شب من واقعا داغون شدم به معنای واقعی کلمه هم خودم شکستم هم فرشته وقتی به خونه رسیدیم فرشته بدون هیچ حرفی به اتاقمون رفت رفتم پیشش و برای بار هزارم ازش معذرت خواستم و بهش گفتم فرشته به قرآن قسم به خدا قسم میخورم اگه یه فرصت دیگه فقط یه فرصت دیگه بهم هم بدی همه چیزو جبران میکنم برات این جهنمی که برات ساختم و بهشت میکنم زندگی رو میسازم که تو واقعا لایقشی اون حرفامو واقعا از ته قلبم بهش میزدم و آرزو میکردم تا احساساتمو باور کن و به هم یه فرصت دیگه بده با ناراحتی گفت یه فرصت دیگه میخوای بهش گفتم آره لطفا این فرصت رو به هم بده گفت تو توی این مدت هر چند کوتاه فرصت داشتی تا بفهمی و به خودت بیای که اون دختر قسمت تو نبود و توی تقدیرت نیست اما حیف که کور بودی آرش حتما باید همچین کاری میکردی تا قدر منو بدونی التماسش کردم و بهش گفتم فرشته من اصلا نمیخوام تو رو از دست بدم من مطمئنم هیچ کس بهتر از تو پیدا نمیشه کی مثل تو انقدر خوب منو درک میکنه اینقدر با شعور و احتراممو نگه میداره اصلا کی مثل تو اینقدر عاشقمه گفت باید با خودم کنار بیام باید فکر کنم و ببینم میتونم بهت یه فرصت دیگه بدم و امتحانت کنم یا نه قبول کردم و اون شب تنهاش گذاشتم تا فکر کنه تمام شب دعا کردم و از خدا خواستم تا خودش و فرشته به من یه فرصت دیگه بدن یه اون روز وقتی از سر کار برگشتم هرچی فرشته رو صدا زدم خبری از فرشته نبود فرشته منو ترک کرده بود و از اون جهنمی که براش ساخته بودم رفته بود از ته دلم گریه کردم و از خدا گلایه کردم که چرا فرشته منو ترک کرده آخه من از خدا میخواستم تا فرشته منو ببخش و فرشته من نبود برام یه نامه نوشته بود سلام آرش بی معرفت الان که تو این نامه رو میخونی من ترکت کردم تموم شب و فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که نمیتونم ببخشمت یادت وقتی برای اولین بار دیدمت بهت چی گفتم؟ بهت گفتم تمام سختی هایی که من توی زندگیم کشیدم همشون به خاطر خیانت بابام به مامانم بود. آرش تو بد کردی با من. با خودت هم بد کردی. تو روی چیزی دست گذاشتی که من ازش متنفر بودم. میفهمی؟ متنفر. بهت گفتم اگه توی زندگی مشترکمون من برات عادی و تکراری شدم به هم بگو تا با هم مشکل رو حل کنیم. من حاضر بودم از زبون خودت بشنوم که دیگه منو نمیخوای اما تو به هم خیانت نکنی قلبمو شکستی آرش فکر نمی کنم دیگه هیچ وقت بتونم ببخشمت خیانت به یه زن بدترین کاریه که یه مرد میتونه انجام بده نیاز دارم فکر کنم باید با کاری که با من و قلبم کردی کنار بیام وقتی نامه فرشته رو خوندم تازه متوجه شدم که من لعنتی باهاش چیکار کردم من اونو شکسته بودم و بعد انتظار بخشش رو داشتم من کم کاری نکرده بودم. از ته دلم گریه کردم. سکوت خونه با صدای حق حق گریه من شکسته می شد. با خودم فکر کردم اگه دیگه هیچ وقت فرشته کنارم نیومد چی؟ درست مثل یه بچه شده بودم که مادرش تنبیهش کرده و رهاش کرده. من تازه فهمیده بودم چه زن خوبی دارم و قدرش رو ندونستم. از خونه بیرون رفتم. اولین جایی که به ذهنم می رسید و احتمال میدادم که فرشته رفته باشه خونه این مادرش بود. خونه مادرش رفتم و بعد از اینکه زنگ خونه رو زدم صدای باباشو شنیدم که میگفت چی میخوای اینجا گفتم لطفا بذارید بیام داخل باید با فرشته حرف بزنم گفت فرشته حرفی نداره که با تو بزنه الانم از اینجا برو تا بیشتر از این ناراحتش نکردی چند بار که زنگ خونه رو زدم اجازه نمیدادن تا داخل برم اما من باید هر طور شده با فرشته حرف میزدم از فکر اینکه اون برای همیشه از زندگی من بره حسابی ترسیدم اون یه نعمت از طرف خدا بود و من قدر این نعمتش رو ندونستم و خدا میخواست به من نشون بده که قدر چه چیزی رو ندونستم از جلوی خونهشون نرفتم ظهر تا غروب و موندم اونجا و حتی چند باری هم زنگ خونه رو زدم من نمیخواستم فرشته رو از دست بدم برای همین با لج بازی و پافشاری اینقدر زنگ خونهشون رو زدم که باباش عصبانی شد و گفت چی میخوای تو دخترم و داغون کردی بس نبود حالا اومدی اینجا بیشتر اذیتش کنی گفتم لطفا در رو باز کن من بیام داخل اگه فرشته قانع نشد تا با من بیاد دیگه میرم و هیچ وقتم اینجا نمیام یکم مکس کرد که گفتم لطفا بهم به یه فرصت بدید گفت باشه در رو باز میکنم اما بیشتر از ده دقیقه نباید باهاش حرف بزنی در رو باز کرد و داخل رفتم مامانش حتی جواب سلامم و هم نداد اصلا ناراحت نشدم چون خودمم از خودم عصبانی و ناراحت بودم فرشته داخل اتاقش بود رفتم پیشش و تا منو دید یه چیزی رو سری زیر بالشش گذاشت و گفت واسه چی اومدی اینجا؟ ازش نپرسیدم اون چیزی که زیر بالشت گذاشتی چیه؟ به جاش گفتم فرشته لطفا اجازه بده حرف بزنم گفت نمیخوام ببینمت برو بیرون حرفاتو دیشب زدی و شنیدم منم حرفمو برات نوشتم گفتم التماست میکنم بهم به یه فرصت دیگه بده بالاخره منو تو یه خاطره خوب با هم داشتیم به خاطر اون خاطره ها و لحظه های خوب منو لایق یه فرصت جدید بدون من نمیخوام از دستت بدم هیچ کس بهتر از تو نیست گفت تو خیلی به من بد کردی حتی اگه ببخشمتم بازم بهت شک دارم سرم و تکون دادم و گفتم آره آره میدونم و بهت حق میدم اما من هر کاری میکنم تا مثل چشمات بهم به اعتماد کنی گفت آرش باید فکر کنم میفهمی لعنتی می ترسم از اینکه بهت یه فرصت دیگه بدم با اعتماد کامل به خودم بهش گفتم فرشته بهت قول میدم که حتی اگه یه بار به کسی به جستو فکر کردم خودم خودم رو از این زندگی حذف کنم کلی باهاش حرف زدم اما فرشته باز هم با تردید به هم نگاه میکرد و میترسید به هم اعتماد کنه و یه فرصت دیگه به هم بده بهش گفتم اصلا برای اینکه بهم به هم اعتماد کنی و خیالت راحت باشه میخوای تعهد محذری بدم که هیچ موقع به کس دیگه جز تو فکر نمی کنم چه برسه خیانت کنم گفت خودت کارو به اینجا رسوندی آرش فرشته کم فکر کرد و در آخر قبول کرد که من بهش تعهد محضری بدم که هیچ موقع از اون غلطا نکنم بعد از اینکه با پدرشم حرف زدم و پدرش گفت اگه یه بار دیگه ببینم عشق دختر منو در آوردی چنان بلایی به سرت بیارم که از زنده موندنت پشیمون بشی تو هنوز اون روی منو ندیدی از پدر و مادرشم معذرت خواستم که فرشته گفت آرش فکر نکن همینطوری بی دلیل قبول کردم تا بهت یه فرصت دیگه بدم و تو تعهد بدی اگه پای کسی دیگه وسط نبود تا الان درخواست طلاق داده بودم پرسیدم پای کی وسطه؟ جواب تستش به سمتم گرفت و گفت امروز صبح متوجه شدم حدسم درسته و من حاملم درسته که برای بارداری و بچه دار شدن زوده اما من تصمیم دارم نگهش دارم چون فکر میکنم این یه نشونه از طرف خداست که به خاطر این بچه هم که شده بهت یه فرصت دیگه بدم اما اگه بفهمم باز کار غلطی کردید دیگه میرم و پشت سرم و هم نگاه نمیکنم از اون خونه رفتم چون با خودم فکر می کردم ممکنه بیای یا ازم بخوای تا ببخشم تو بهت یه فرصت بدم به خودم گفتم اگه نیومدی درخواست طلاق میدم اما خوب شد که متوجه کار غلطت شدی اون روز شگفت انگیز گذشت و من از ته قلبم از خدا تشکر کردم بابت بچه که بهمون به داده از فرشته تشکر کردم که منو لایقه یه فرصت جدید دونست و بهش گفتم به جون همین بچه ای که توی وجودت رشد میکنه قسم که تا آخرین لحظه عمرم متعهد به تو میمونم همین کارو هم کردم اینقدر زندگی خوبی برای فرشته ساختم که مطمئنم منو واقعا بخشیده و دیگه به خیانتی که بهش کردم فکر نمیکنه این داستان رو با کمک فرشته براتون نوشتم و توی وضعیتی نوشتمش که دختر کوچیک و خوشگلم بغلم بود دختر بابا اسمش محبته چون حاصل مهر و محبت و لطفیه که فرشته به من داشته من که اینطوری فکر میکنم راستی از نفس هم خبر زیادی ندارم مشتاقم نیستم که خبری ازش بگیرم همون روزی که فرشته منو بخشید بهش پیام دادم و گفتم ممنون که به حرفم گوش دادی و اجازه دادی خودم اون اتفاقو به فرشته بگم فرشته منو بخشیده و امیدوارم توی تمام مراحل زندگیت موفق باشی همین همین رو براش فرستادم و اون هم خوشبختی رو برای منو فرشته آرزو کرد انگار نفسم قصد داره با یه پسر ترک ازدواج کنه. فرشته واقعا یه نعمته. هر روز خدا رو شکر می کنم که فرشته رو سر راه من قرار داد و صد درصد خدا دوستم داشته که محبت رو به ما داد و خودش و فرشته هم یه فرصت دیگه به من دادن. من واقعا احساس خوشبختی می کنم. عشق احساس خیلی خوبی و صد درصد مقدسه. اینو بهتون بگم و از طرف من همیشه با خودتون مرور کنید که هر اتفاقی که توی زندگیتون میفته قطعا یه حکمتی داره و هر احساسی هم عشق نیست هر حسی رو با عشق اشتباه نگیرید همونطور که گفتم عشق مقدستر از این حرف ممنون که تا پایان این داستان با من همراه بودین اگر شما هم تجربه جالبی دارید خوشحال میشم با ما به اشتراک بذارین